با توجه به اینکه زنان میهنمون زیر شدیدترین فشارها و سرکوب رژیم خمینی هستند و از کوچکترین آزادی‌های فردی و اجتماعی محرومند، بعضاً این سوال از جانب مردم ما مطرح میشه و بعضاً از صدای مجاهد این سوال رو کردن که دولت موقت با مسائلی مثل ورزش زنان و مسائلی که به زنان مربوط میشه و آزادی‌هایی که فردی و اجتماعی به زنان میهنمون برمیگرده در این رابطه چه طرح و برنامه‌هایی داره؟ بله، من در ابتدا باز یادآوری میکنم که از من این رو به خاطر داشته باشین که هیچ وقت منبع و منشأ واقعی و حقیقی نگرانی مجاهدین نیستند و نخواهند بود. بعکس، این خود دشمنی که ولو من غیر مستقیم برای اینکه تمرکز نگرانی ها را از روی خودش دور بکنه مجاهدین رو دم تیغ میده. به هر حال در جواب به سوالتون، ابتدا اجازه بدین به عملکرد قبلیمون اشاره بکنم. از روز اولی که خمینی با رژیمش بر سر کار اومد، اعضای همین شورا، اگرچه اون موقع به صورت موجود شورا نبودند و نبودیم، ولی به خاطر اعتقاد راسخ به یک سری اصول ثابت و تغییر ناپذیر، یعنی حقوق دموکراتیک اقشار و طبقات مختلف مردم ایران و اعتقاد به پرنسیپ های دموکراتیک، همه اجزای این شورا در فعالیت سیاسی خودشون مشترکاتی داشتند، از جمله دفاع از آزادی ها و حقوق زنان. چون که در صحبت قبلی یادآوری کردم، فکر میکنم در اولین ماه حکومت خمینی بود، اسفند 1357، که هنوز سر کار نیومده شروع کرد به علکشی و تیزکشی و چماق حول منطقه یاروسری و توسری. اون موقع اگر یادتون باشه همین مجاهدین و به خصوص خواهران خودمون که مطابق اعتقادات خودشون با حجاب و روسری بودند، به دفاع برخواستند از حقوق زنان در این مورد و مقابله کردند قاطعانه با این ظلم و ستم خودی. اما آنچه که به شورای ملی مقاومت و دولت موقت برمیگرده، ترجیح میدم از روی طرح شورا برای طرح شورای ملی مقاومت ایران درباره آزادی ها و حقوق زنان بخونم. این مربوط است به فروردین 1366، مصوبه شوراست، به اتفاق آرا در اواخر فروردین سال 66. شورای ملی مقاومت با تعظیم به جانبازی های تحسین انگیز و مقاومت فراموشی ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضد بشری خمینی، با اعتقاد به اینکه تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیت انسانی است، با تأکید بر ضرورت لغو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان، با تأکید بر تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد، در راستای تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور
خارج از هر عدم تساوی و محدودیت بهره‌کشانه که با رد هر نوع تلقی کالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مد نظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامه عمل دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران می شناسد. بعد از این مقدمه مواد شروع می شه. 1. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها و انتخابات و حق رأی در تمام همه پرسی‌ها. این رو در روی منطق ارتجاعی خمینی است که تصریح کرده که زنان حق ولایت یعنی رهبری، حق ریاست، ریاست جمهوری و حق قضاوت ندارد. این رو آشکارا گفته پیوسته. همچنان که گفته که نمیدونم مغز مرد حجمش و وزنش بیشتره. این نمیدونم توی کدوم تبلیغ عطاری آخوند رفسنجانی پیدا کرده. این کشفیاتیست که فقط در آزمایشگاه های بحرالعلوم های نوع آخوندی پیدا میشه. اما ما بران این که در همه گزینش‌ها و انتخابات این حق برای زنان محفوظه، اهم از انتخابات ریاست جمهوری یا گزینش قاضی و الی آخر. 2. حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی از جمله ریاست جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی. تصریح بیشتری است در اینکه بالاترین مقامات رو هم زنان حق تصدیش رو دارند. 3. حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری از جمله اجازه همسر. 4. حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش. 5. حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری. موضوع سوال شما بود دیگه نه؟ تکرار میکنم. حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری. 6. رسمیت شناختن تشکل‌های زنان و حمایت از سازمان‌یابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور. در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی و به خصوص در امور آموزشی به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان. منظور این است که نسبت مردان باید امتیازات ویژه‌ای در این امور، هم از اجتماعی، اداری، فرهنگی و آموزشی، برای رفع ستم مضاعف برای زنان قائل شد. 7. دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی، منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال. میدونید که رژیم زنان کارمند رو گروه گروه از همون آغاز اخراج میکرد. الان هم ادامه داره. ادامه میدم. برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی، دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری، برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال. 8. آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت می‌رسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. این کاری که مستمراً رژیم خمینی کرده.
زندگی